اشتباه خوب. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدی به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ ادامه آلبوم اشتباه خوب از بهرام و اول میریم سراغ ترک زخم که یک اسکیته و بعد از اونم خواهیم رسید به ترک ریشه که خیلی هاتون گفتین ترک خیلی خفنی. بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته امروز. بریم واضح بود دیگه، داشت فرار میکرد و دستگیر شد. صدای بستن دستبنده رو شنیدیم و بردنش حالا به حبس یا هر جای دیگه ای که فکر کنم و صدای آجیری هم که میمد وضعیت امنیتی و آره دستگیر شد دستبنده هم بشه. باید ببینیم که دقیقا و ادامه چی میشه در اسکیت زخم. دقیقا این رو ما متوجه شدیم. حالا اینکه دستگیرش کردن، من این صحنه که من تو ذهنم اینگاه مثلا اسکیت قبلی بودش که داشت گرافیتی میکشید، اینگاه مثلا یه همچین جایی بود چون صدا حالت تونل بود دویدنه اونجا که شما میدویدن یه چیز بود. فکر کنم مثلا شاید یه همچین چیزی من تو ذهنم که در حال کشیدن این بگرفتن. این چیزی که تو میگی میتونه تا یه حدی درست باشه. در واقع به نظرم نتیجتا این بوده که به خاطر اون کاری که کرده، اون عقیده‌ای که داشته اینا دستگیر شده دیگه. چرا؟ چون برخلاف احتمالاً هنجارهای جامعه بوده. آره ببینیم که ترک ریشه چی میگه. بریم سراغ ریشه. نگرد جیبامو نگرد، اون چیزی که تو دنبالشی تو مخ منه، جای دیگه نیست، یه نگاست که نقش میبنده تو چشام، یه تصویری که نمیشه کشی، یه حرفی که نمیشه زد، نه که نشه زد، نمیشه شنید، چه نفتنی نیست، باید حسش کرد، همین، بهترین وقتشم همین الانه که پیشمی، مثل حرفام آشنا ولی عجیب، ساده است ولی عمیق، مثل غم، تنها کلیشه زندگی من، یه غم تکراری تلخ، گفتم باهاش بخونم شاید همو بشناسیم یکم. من یه فکر بگرد چقدر تو نگرد میرفت رو چنل راست و چپ تو هدفون. آره تاکید میکرد انگار تو ذهنت داره میچرخه. آره با همین، با اینکه به نظرم اسکیت قبلی یه جور دستگیر شدن اینا بود، ولی باز فرو رفت در خودش به نظرم و این صدا داخل سرش میچرخید. نه ببین، منم اولش یعنی این اومد تو ذهنم که ممکنه مثلا خب چون دستگیر شده داره به اون آدم ها میگه، ولی با بیتای بعدیش و اون همون اولش که تو میگی که اینگاه تو مختاری بکنه، من باز احساس میکنم که صحبت با خودش میتونه باشه. خب و آره من فکر میکنم یا صحبت با درون خودش میتونه باشه، اگر یا میتونیم از این منظر نگاه کنیم، یا اگه بخوایم بگیم با یه شخص سومی داره صحبت میکنه
در کل داره میگه که اون چیزی که تو دنبالشی تو مخ منه. چرا؟ چون باور منه، چون تفکرم مهمه، اون فکر مهمه. من احساس من اینه که باز اون جنگ درون، کشمکش درونیشه دوباره شروع شده. حالا هنوز جنگ نکرده که. نه، یعنی این صدایی که میشنوه هنوز در درون خودشه. خب میدونم، ولی حالا داره میگه که اون چیزی که تو دنبالشی تو مخ منه. چرا؟ چون فکر منه، ایده منه، چون یه نگاه منه، دیدگاه منه. همچون که تو درکای قبلش گفته و من هیپ هاپم. آره، من چون دیدگاه منه. خب دقیقاً میگه یه تصویریه که نمیشه کشید، یه حرفیه که نمیشه زد. بعد در ادامهش میگه نه که نشه زد، نمیشه فهمید. یعنی چی؟ چرا نمیشه فهمید؟ یعنی من میتونم بگم، ولی کسی میفهمه که عمق این حرف منو درک کنه. خب باید حسش کنه. بیت بعدش داره میگه، میگه حرفام آشناست ولی عجیب، ساده است ولی عمیق. خب مثل غم تنها کلیشه زندگی من، یه غم تکراری تا گفتم باهاش بخونم شاید همون بشناسیم یکم. غم زندگیش چی میتونه باشه؟ غم زندگیش درک واقعیت ها میتونه باشه. غم زندگیش پوشوندن حقایق میتونه باشه، که این یه غمی بوده که باعث شد این باور تو شکل بگیره، اینکه ماها را از اون حقایقی که واقعا این دنیا بر اساسش به وجود اومده دور میکنه. حالا بریم جلوتر ببینیم که واقعا ببین اینجا خودش داره میگه دیگه، باید حسش کرد، همون حرفاش دیگه، باید حسش کرد، درکش کرد. بهتر اینه که بهترش ملموس‌تر بشه برام، که تنها کلیشه زندگی من یه غم تکراری تلخ. گفتم باهاش بخونم شاید همو بشناسیم یکم. من یه فکرم نه فقط یه خواننده، فرزند امروزم از جنس آینده. اون میخواد مشکلو بگی، من خود اون مشکل لعنتیم که دهن وا کرده. من نه قهرمانتم نه صداتم، نه تشنه اشکای روی گونه هاتم. به دنیای من بیا، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی. آدم ببین ببین به نظر من کورسش یه خود خط مشیه که ما از این باید بگیریم و برای ما مشخص‌تر کرد. خب به خاطر اینکه کورس تو کورسش هم داره تاکید میکنه من یه فکرم. یعنی تو ظاهر قضیه نمیگه که من یه خواننده‌ام حالا یا رپرم یا در واقع ایدئولوژی‌ام، یه تفکرم. خب اینجا شو دوستان میگه فرزند امروزم از جنس آینده. اینو بارها تکرار کردش که من یه چیزی که الان میگم شما بعدها به حقانیتش پی میبرید. من آوانگاردم، من آینده از این دنیا دارم میبینم. نه بیشتر داره تاکید به این داره که تو حقیقت حرف منو در آینده میفهمی. چون من دارم یه چیزی به تو میگم که جلوتر از تو نمیخواد مشکل رو بگی، من خود اون مشکل لعنتی هم که دهن وا کرد. تو بیت قبلش هم میگه چی؟ میگه من یه غم تکراری تلخم، من خودم این غم تکراری باعث شده به این باوره برسم. و من خودم از دل این مشکل اومدم، همون مشکلی هم که دهن وا کرده. چرا؟ چون حقیقتا فهمیده و داره میگه نه قهرمانتم نه صداتم، نه میخوام اشکای روگونت رو ببینم. دقیقا داره به نظر من ماهیت این باور رو میگه، یعنی این باور یا این هدف یا این ایدئولوژی داره خودش رو توصیف میکنه. من اینجوری احساس میکنم میگه به دنیای من بیا، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی آدم. حالا اون چیزی که من برداشت کردم از کورس، حالا اینجا مکالمه بین کیه؟ مکالمه بین باور، بین اون هدفه، اون هدفی که ازش شکل گرفته. یعنی ریشه، واسه همین اسم ترکم فکرم ریشه است، ریشه اصلی این مسیره از کجا مشخص میشه؟ خب ریشه مسیری که بهرام انتخاب کرده و حالا داره ما رو باهاش آشنا میکنه از کجا اومده؟ این اون باور است که داره خودش رو توصیف میکنه. به نظر من اینطوری اساس من موافقم، دقیقا همینه. به نظر من هم میتونه همین باشه. نتشنه اشکای روی گونه هاتم، به دنیای من بیا، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی. آدم ببین چشماتو ببند یه لحظه، میبینی من اینجام، تو منو ساختی تو مغزت. واسه تغییر، واسه افتادن یه اتفاق، یه شک، یه تردید، میبینی من دقیقا همون جاییم که توش باید جنگی. جایی که راه هست ولی باز نیست، جایی که تو جنگ خودت و خودتو باختی. تو جنس کیو میفروشی توی ویترینی که ساختی؟ تو چی هستی؟ چی میخوای؟ چی میگی؟ این مهم تو دنیا رو چی دیدی؟ اگه از سر بیرونم کردن، اگه خوش شدم کندنم سپردنم به با، تو منو به خاطر تفاوتم درک کن، جای این که منو واسه شباهتم بخوا. من خب اینجا کاملا مشخص تر شدش که اینکه
پس این اون باور درونی و ریشه همه انتخاب‌ها و هدف‌های بهرامه که داره با خود بهرام صحبت می‌کنه. کجا صحبت می‌کنه؟ تو ذهنش داره صحبت می‌کنه. داره میگه میگه چی شده به من؟ یه لحظه چی شده به من؟ منو می‌بینی. اصلا ایدئولوژی از این ریشه اومده. منو تصور کن، منو ببین. میگه چی شده به من؟ چون تو ذهنت منو ساختی. حالا این تصوراتو داره واسش میگه، خب؟ میگه منو ساختی واسه تغییر، واسه افتادن این اتفاق، واسه اینکه این شک و تردیدهایی که تو وجودت بود از بین ببری. تو منو ساختی تو ذهنت، خب؟ من دقیقاً همون جاییام که توش باید جنگید. تو که قبلی میگفتش این جنگه باعث میشه که من رشد کنم، من حقیقتو درک کنم، و میگه من همون از جنگ شکل گرفتم. من اونجایی که این جنگ شکل گرفت بین مغز و قلب تو، اونجا بودش که من متولد شدم. من باور تو، منی که از بچگی موقع به دنیا اومدن تو وجود تو بودم، خودمو نشون دادم. دقیقاً. خب بچه یه این وسط یه دونه یه پرانتز چیزی بگم، چیزایی که خب من خوندم و میدونم بهتون بگم. البته اینا همه ایده های مختلف، کتاب های مختلف نمیشون شوی سری مخالف هم این سری موافق، ولی خب همونطور که من بارها گفتم و بهرام هم تو آلمانش از اول داره میگه و خیلی نزدیک به اعتقاد من، ما از زمان که به این دنیا میایم خودمون انتخاب میکنیم با چه هدفی به این دنیا بیایم، کجا به این دنیا بیایم که به اون هدف برسیم. خب یعنی این باور از بچگی تو وجود ما هست که بهرام بارها تو به کودکی اشاره کرد، این تایم کودکی اشاره کرد. باور رو گمش میکنیم. چه جوری پیداش میکنیم؟ این جنگ بین مغز و قلبه. باوره همیشه به صورت یک شک، به صورت یه تردید، به صورت یه رویا تو وجود ماست. در ریشه وجود تو. میگه یه شک، یه تردید. بعد جنگه که اتفاق میفته تازه میاد بیرون. خوش نشون میده تو مغزت. خب؟ پس میخوام اینو بدونین پس ذهنتون که جلوتر داریم میریم، کاملا فکر میکنم داره به اینا اشاره میکنه. داره میگه دیگه، میگه در ریش، اسم ترک اصلا ریشه است. یعنی در ریشه هر آدمی اون کماله وجود داره. آها. فقط باید کشفش کنی. هی به شک میکنی، قلب و منطقت با هم درگیر میشن، احساس و منطقت تا به اون برسی. آره جنگه شکل بگیر تا این باوره شکل بگیره تو ذهنت. باوره اینه یه تصویر واضح بشه تو ذهنت. باور در واقع اون ریشه است. آره و حالا این ریشه هی اون اصل داستانه که این حالا بهرام رو ما داریم میگیم چون که راوی داستانه. بهرام به خاطرش این هدف رو انتخاب کرده و جلو اومده و داره به ما میگه، از اینجا شکل گرفته. چرا؟ چون داره با بهرام صحبت میکنه، همه رو داره میگه. گستر بیرونم کردن، اگه خوش شدم کندنم سپردنم به با، تو منو به خاطر تفاوتم درک کن، جای این که منو واسه شباهتم بخواه. اینجاش هم یادم رفت فکرم نصفه چیز کردیم. خب بعد میگه تو جنس کیو میفروشی توی ویترینی که ساختی؟ خیلی در عین حال که ساده است این جمله، عمق داره. جنس کیو میفروشی تو ویترینی که ساختی؟ ویترینی که ساختی ویترین ذهنه، ویترین مغزه. و جنس کیو میفروشی؟ خزعبلاتی که تو مخت کردن، اون چرت و پرتایی که در طول زندگیت به یاد دادن رو داری میفروشی تو ذهنت. جنس کیو میفروشی تو ذهنت، تو ویترینت؟ خیلی قشنگ بود، خیلی خوشگل داره. میگه تو چی هستی، چی میخوای، چی میگی، این مهمه که تو دنیا چجوری میبینی. ببین دقیقاً اون ریشه که میخواد شکل بگیره و شکل گرفته تو ذهن بهرام، داره بهش میگه اولا من از اینجا اومدم، اینجوری شکل گرفتم، و حالا داره بهرام مثلا به خودش میاره، میگه ببین تو چی میخوای، تو اصلا چی هستی، چجوری دنیا تو میبینی. اگه از سرتم بیرونم کردن، کیا بیرونم کردن؟ نیروهای بازدارنده، منطق، ترس، شک، تردید، هنجارها، چارچوب‌ها. اگه از سرت منو بیرونم کردن هم، خب سپردم به با، تو منو به خاطر تفاوتم درک کن، جایی که منو واسه چیوتم میخوای. باز اول داستان میگم، من آنارشی ام، من یاقی ام، من شبیه بقیه نیستم. میگه چون من تفاوت دارم با بقیه، تو اتفاقا منو بچسب، نرا دنبال رو راه بقیه نباش. خیلی قشنگ، خیلی خوب. منو به خاطر تفاوتم درک کن، جای این که منو واسه شباهتم بخوا. من یه فکرم، نه فقط یه خواننده، فرزند امروزم از جنس آینده. اون نمیخواد مشکلو بگی، من خود اون مشکل لعنتیم که دهن وا کرده. من نه قهرمانتم، نه صداتم، نه تشنه اشکای روی گونه هاتم. به دنیای من بیا، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی. آدم بارون شدم، دونه دونه ریختم، چتر خریدی منو پس زدی، هرچند سوختم ولی ساختم. من از اون شکلا میخواستم که توی آسمون آبی شهر من ابرا میساختن. هنوزم میخوام صدام بزن، هر وقت باشه میام، قرارمونم اینجا توی عمق فاجعه توی مغزت.
توی عمق فاجعه توی مغزت. آره. وای. اینجا که داره میگه بارون شدم جلوی ریختم، چت خریدی منو پس زدی، هرچند سوختم ولی ساختم. این اشاره به این داره که بارها 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 اون چیزی که ما به خاطرش به این دنیا اومدیم، هدفه، هی خودش رو به ما نشون میده ولی ما هی پسش به شک میکنیم. آره. فکر کنم توی ترک اول یا دومش بود که برگشت گفتش که من تو رو، من خودم رو تو اشکای تو دیدم. دقیقا اینجا هم به همون اشاره داره میکنه. خب من از اون شکلا میساختم که، یعنی منظورش اینه که من شکلایی که تو آسمون میبینیم خیلی رویاییه دیگه، میتونیم تجسمش کنیم. منظورش اینه که من از اون شکلا میخواستم که تو آسمون ببینیم. منظورش اینه که من میخواستم تو منو دقیق‌تر ببینی، تو منو واضح‌تر ببینی، مثل ابرهای تو آسمون که به شکل تشبیهش میکنی به من یه شکل شکل و شمایلی بدی. خب و هنوز میخوام صدام بزنی، هر وقت باشه میام قرارمون همینجا، یعنی من همیشه تو وجودت هستم، هر وقت همیشه دیگه. ریشه تو هم، من اصلا تو به خاطر این اصلا به این دنیا اومدی، نمیتونی هر چقدر چرت دستت بگیری، هر چقدر اون ابر رو نگیری، آره، ولی من وجود دارم و هر وقت تو صدام بزنی تو وجودت بزرگ میشم، شکل همینجا میگیرم. تو عمق فاجعه تو مغزت. آره تو مغزت، یعنی تو عمق فاجعه، یعنی اون تو اون شرایطی هم که از نظر اون روش، یعنی نابسامان تو رفتی یه چیز نابسامان هم برای خود ساختی، ولی تو حتی تو اون شرط من نمیتونی پیدا کنی. آره. یه چیز بچه من تو کورس یادم بگم خیلی دوست داشتم، یعنی دفعه دوم که خون بیشتر بهش دقت کردم، میگه من اون سیبی هم که تو هنوز گاز نزدی آدم. اینو یه بار دیگه هم اشاره کرده به داستان آدم و حوا و به اینکه اصلا آفرینش انسان یک اشتباه بوده، به نظرم یه دور غیر مستقیم شاکر بشه. اینجا هم داره همینو میگه، من همون سیبم که تو هنوز گاز نزدی، اشتباه خوبه ام که اگه منو گاز بزنی یه دنیای جدید واسه ساخته میشه. آدم باریکلا. آره آره آدم. دنیای جدید تو هم، بیا این سیبو گاز بزن، من همون سیبم. چون آدم و حوا بعد از در واقع اون گاز زدن دنیای امروزی ما ساخته شد. دلوقتي. این میگه با اون اشتباه خوبه یه دنیا برات باز میشه، دنیای جدیدی برات باز میشه. پشپیزونی بود. آره. ساختم من از اون شکلا میخواستم که توی آسمون آبی شهر من ابرا میساختن. هنوزم میخوام صدام بزن، هر وقت باشه میام، قرارمونم اینجا توی عمق فاجعه توی مغزه، دقیقا همون ساعتی که شب میزنه تو سر ماه که نتابه ولی میتابه اون اونجوری که میخواد. چیه چته؟ چرا اینجوری نگاه میکنی ها؟ جای این که فکر کنی کیم، گوش بده چی میگم بهت. تا حالا از خودت پرسیدی من مخالف چیم ها؟ من مخالف یه فکرم، یه فکر، یه فکر که به زندگی تو میده شکل، یه فکری که نوع نگاه تو رو به دنیا میسازه، بهت حق میده تحمیلش بکنی به هم. نه قهرمانت و صداتم، نه تشنه اشکای روی گونه هاتم، به دنیای من بیا. من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی آدم، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی آدم، من اون سیبیم که تو هنوز گاز نزدی آدم. تأکید میکنه به دنیای من بیا قدرش. آقا عالی بود این آخر ورسش. خب چند تا چیز باحال داشت، میگه باز داره تأکید میکنه این که بخوان همون سر شب که تو سر ماه میزن نتابه، ولی من اونجوری که میخوام باز میام. یعنی تاکید میکنه تو هیچ جوری نمیتونه من عبه میبرد. چرا؟ چون من ریشه تو هم، در وجود تو هم و هر موقعی تو بخوای و این ابرها رو بزنی کنار، این مبانا رو بزنی کنار، من دوباره نمود پیدا میکنم، ظاهر میشم تو وجود تو. خب چون من و تو چیزی جدا از هم نیستیم، این چیزی که بالا تکرار کرده قبلش. چیه چته؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یعنی منظورش اینه که چرا دو دلی؟ چرا همش دو تا شک چرا هنوز دقیقا اون شک هست؟ جای اینکه فکر کنی کیم، گوش بده چی میگم بهت، بیا به حقیقت من پی ببر. خب فکر نکن که آی من کجام، فلان تو مغزتم، تو مغزت نیستم، باشم نباشم، بیا به حقیقت حرفام پی ببر. تا حالا خودت پرسی من مخالف چیام؟ حالا داره میگه که چرا این جنگ درونی رو داری؟ چرا من مثلا با اون بوتهای دیگه جنگ دارم؟ چرا من مخالف کلیاتش نیستم؟ من مخالف اون فکر بازدارنده ام. من مخالف اون فکری ام که این زندگی، فشارهای اطرافت، این جامعه تو مخ تو کرده و میخواد تحمیلش کنه بهت. روزمرگی و میخواد به من شکل بقیه زندگی من مخالف حقیقت رو پیدا نکنی و این فکر توتیواری هم.
و برده جامعه میخواد باشی دیگه، ولی در واقع ریشه تو، وجود تو میخواد به کمال برسه و تو رو از این بردگی، از این زندگی روزانه به سمت کمال و در نهایت آرزوات برسونه. به نظر من که کاملا این حالت ملموس بودش برای من، یعنی کاملا ملموس بودش که چون اسم سرکم ریشه است، اون ریشه و اون باور درونی که اصلا تو وجود همه ما هستش داره با خود بهرام صحبت میکنه. خب ولی در قالب فردیش اینو میگم، در قالب کلیش بخوام بگم یه پیام کلی هم میتونه داشته باشه، این که بهرام داره تو رو، چشت رو روشن میکنه، تو یه مخاطب رو داره چشم و گوشت رو باز میگه چشاتو ببند به دنیای من بیا و حقایق منو بشنو. چرا؟ چون حقایقی که من به تو میگم حقایقیه که تو داری و درون تو هم هست و تو هم باید این ابرا رو بزنی کنار و بذاری از درونت بزنه بیرون. دقیقاً. چون این توی کورسش اینم میشه ازش برداشت کنه. یعنی یه پیام کلیتر هم میتونه بهرام با خیلی به نظر من هوشمندانه توی کورسش جا داده باشه. برصورت ببینید بهرام به عنوان یه آرتیست، یه آرتیست غنی چه پیامی داره؟ و یه سری رپرها دیگه هی 24 ساعت میگن یه پیام دارم. ببین پیام ها چقدر متفاوته با فوق‌العاده است. خب بریم دیگه در آترو کار که دیگه مهدیار رو من اون سیبی هم که تو هنوز گاز نزدی آدم من اون سیبی هم که تو هنوز گاز نزدی آدم بی نظیر مهدیار و احتمال رفت برای ترک بعدی که ممکن باشه و اینجا کار تمومه برای این ویدیو. ببین هر چقدر که میریم جلو دیگه، یعنی تا الانش هم تقریبا اتفاق افتاده و روشن شده خواسته بهرام از این لیریک و از این آلبوم تقریبا برای من داره روشن میشه، هدفش تقریبا روشن داره میشه و مشخص. من چیزی که تا اینجا برداشت کردم فوق العاده ست ترک اول تاثیرگذار بودن تو اینکه تو آلبوم رو بفهمی. چرا؟ چون تو ست ترک اول بهرام داره خودش رو، باورش رو، هدفش رو کاملا توصیف میکنه. خب و بعدش من فکر کنم داستان اینجا داره میره جلو که این حالا درگیری ذهنی، درگیری درونیش چجوری به وجود اومده، چجوری این باور رو تو خودش پیدا کرده و چجوری تصمیم گرفته که این مسیر رو بره. فکر کنم در ادامهش هم به اینجا قرار ختم بشه. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که حالا میگم باز برداشت ها متفاوته و هیچ برداشتی هم اشتباه نیستش. شما هم حتما بیاین برداشتتون رو برای ما بنویسین، برای من خوندنش فوق العاده جذابه. ولی چیزی که برای من خیلی جالبه در اوج سادگی بیان، در اوج ساده استفاده کردن از ادبیات و کلمات ساده، خب تو چقدر میتونی عمق یه چیزی رو بهش اشاره کنی و این قشنگترش میکنه که اجازه بدی مخاطبت اون عمق رو برداشت کنه. مخاطبت با توجه به عمق شناختی که از زندگی خودش داره برداشت میکنه ازش و این اصلا نقطه قوت آلبوم اشتباه خوب که برای من فوق العاده لذت بخشه و فوق العاده جایگاه بهرام تو ذهن من برده بالا این آلبوم اینه که ازش لذت برداشت. ظاهرا ساده نوشته بهرام ولی عمق عجیب غریبی داره شعرش و فوق العاده. حالا ما بنابراین داریم، حالا دیگه تو این ویدیو هم کم کم میگیم بچه ها آماده باشه، ما تقریبا 4 شب دیگه با 4 تا ویدیو دیگه از آلبوم اشتباه خوب همراهتون خواهیم بود و این آلبوم هم تموم میشه. حالا در انتها دوست داریم که حالا راهشو میگیم که به چه شکل دسترسی داشته باشین، دوست داریم که در واقع تفسیر شما رو به صورت خلاصه، تفسیر کلی که داریم بعد اینکه ما آلبومو تموم کنیم برای ما بفرستین. حالا میگم از چه طریقی میتونین وایس بفرستین، اگر دوست داشتین میتونین ویدیو از خودتون بگیرین ما پخش کنیم، که یه ویدیو ویژه میسازیم درباره در واقع نگاه کلی که خود ما داشتیم و شما بچه‌ها که آره دنبال کردین سالها خیلیاتون اشتباه خوبو دنبال کردین
خیلیاتون با ما همراه شدی. به هر حال بخوایم نکات مختلف و تفسیرهای مختلف، نظرات مختلف رو بذاریم کنار هم. اگر دوست دارین که تو اون برنامه شرکت کنین، کم کم آماده باشی که راهش رو بهتون اطلاع خواهیم داد. یا برای ما بفرستین، حالا ویدیو از خودتون بگیرین یا وایس بگیرین، هر جور که راحتین. ما یه ویدیو خواهیم ساخت، از نظرشون استفاده خواهیم کرد و فکر می‌کنم یه ویدیو جنبندی باحالی هم بشه دیگه، اونم حتما با شما خواهیم بود. حالا شاید بعدها برای گوزن هم این کارو بکنید، چون ما در انتهای گوزن این کارو نکردیم، ولی می‌خوایم برای اشتباه خوب این کارو داشته باشی. خیلی هم ممنون که تو این ویدیو هم تا انتها ما رو تماشا کردید. اگر که تازه با ما آشنا شدید یا ما رو ساب ندارید، میتونید از این مقدر سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه. هشتگ مدبس، من و آناهیتا ایم، از این طریق در تمام فضای مجازی به راحتی به ما دسترسی خواهید داشت. و آدرس سوشال مدیا ما هم این پایین هست، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، که خوشحال میشیم اونجا اگر حال کردین من آناهیتا رو فالو کنید. امیدوارم هر جای دنیا هستین، از هر جای دنیا این ویدیو رو میبینید، پر از آرامش و انرژی مثبت براتون باشه، کلی آدم مشی دورتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری داشته باشین. خدا حافظ.